سلام به شما عزیزای دل، خوشحالم که دایناسور جدیدم رو دارم به شما معرفی میکنم. اسم این هست یکم عجیبه، ولی اسم این هست گوریل جوراستیک. یه گوریله که توی دوران جوراستیک توی عصر یخبندان بوده و یه گوریل بوده که خلاصه تو عصر یخبندان بوده و یه گوریل بوده. اینو من نمیدونم دقیق گوشت خاره یا علف خاره، فکر کنم همه چیز خاره. من این گوریل دوینه جوراستیک بوده، این گونه با گونه جوراستیک بوده که یعنی دایناسورها. همینجور که بهتون گفتن مثل همه دایناسورها توی دوینای جوراستیک بوده، اون هم در دوینای حیات و هم در دوینای جوراستیک بوده. گوریل یه حیوان معروف در دوینای جوراستیک هم بوده و در اصل کمیاب. این گوریل جوراستیک اسمش و یه گوریل مال دوینای جوراستیک و فکر میکنم همه چیز خاره یا علف خاره یا گوشت خاره، ولی به هر حال کتاب دایناسورها رو میخونین و میفهمین که اسم این دایناسور چیه. ولی به هر حال این دایناسور این گوریل با گوریلای دیگه فرق داره و در دنیای جوراستیک در عصر یخبندان وجود داشته، ولی نمیدونم در دنیای جوراستیک رو عصر یخبندان، ولی هم در عصر یخبندان هم در جوراستیک و هم در دنیای حیات وجود داشته. گوریل یه حیوان معروف از تمام حیوان هاست، بلکه در دنیاها وجود داشته. این حیوان در عصر یخبندان بوده و این پشمایی که روشه باعث میشه که سردش نشه. خوشحالم که دایناسور جدیدم رو به شما معرفی کردم. خدافظ. سلام به شما عزیزای دل، خوشحالم که دایناسور بعدیم رو نشون بدم از عصر یخبندان که توش همین گوریل بود که میخوای حیوان بعدیش رو به شما معرفی کنیم. حالا بگم چیه؟ اسمش هست ماموت. میدونم که بعضی از تو اسمش رو شنیدین. ماموت توی عصر یخبندانه، درست مثل فیلای الانی در دنیای حیات، اونم یه فیل تو دنیای جوراستیک، یعنی دنیای جوراستیک یا عصر یخبندان به اسم اومده. این یه جور فیله ولی دقیقا فیل نیست، این یه ماموته. ماموت همین فیلیه که تو برف هست، این مثل همه فیل هست. این فیل مال دوینای جوراستیکه ولی نه دوینای جوراستیک، عصر یخبندان. دقیقا مثل همین گوریل ولی عصر یخبندانه، مال عصر یخبندانه. اونم مثل همین گوریل پشمایی داره که توی سرما بهش کمک میکنه و این آجاش هم برای دفاع از گوریلای شاید این گوشتخاره رو پرت کنه. ولی این یه ماموته که در دوینای جوراستیک بوده، یعنی در عصر یخبندان و توی دوینای جوراستیک. خوشحالم که حیوان بعدیمو به دایناسور بعدیمو به شما معرفی کردم. خدافظ.